سلام. برای نقشه خانه برق نیاز به شناخت استانداردها و علائم نقشه‌های برق داریم. در این ویدیو قصد دارم معرفی مختصری از استانداردهای برق کنم و سپس علائم پرکاربرد برای راه اندازی الکترومتورها رو توضیح بدم. رنجبر هستم و شما ویدیو مربوط به استاندارد و علائم برق رو از سری ویدیوهای برق و اتوماسیون صنعتی کانال بابنک رو تماشا میکنید. ابتدا بریم سراغ استانداردهای برق و اونا رو لیست کنیم و هر کدوم رو معرفی کنیم. اول استانداردی که وجود داره استاندارد IEC که همون کمیسیون بین‌المللی الکترونیکی که در سال 1960 تأسیس شده و وظیفه تدوین و انتشار استانداردهای بین‌المللی در حوزه گسترده برق و الکترونیک و زمینه‌های مرتبط او داره. دومین استانداردی که وجود داره استاندارد DIN که استاندارد صنعتی آلمانه و در زمینه نقشه‌کشی صنعتی فعالیت داره. تأسیس اون به سال 1916 برمیگرده و یکی از استانداردهایی که در ایران مورد استفاده قرار میگیره. استاندارد بعدی که استفاده میشه استاندارد ANSI با نام مؤسسه استاندارد ملی آمریکا که سازمانی غیر دولتیه و به عنوان نماینده آمریکا در سازمان جهانی استاندارد قرار داره. مؤسسه آزمایش و صدور گواهینامه VDE یک مؤسسه معتبر ملی و بین‌المللی در آلمان در زمینه آزمایش و صدور گواهینامه استاندارد برای دستگاه‌ها، تجهیزات و اجزای سیستم‌های برقیه. استاندارد بعدی استاندارد NEC که قسمتی از استانداردهای ملی آمریکا در زمینه حفاظت در برابر آتش و مرتبط با ایمنی تأسیسات الکتریکیه. استاندارد CE بیانگر تطابق محصول با مقررات استاندارد اروپا است و در نهایت آخرین استانداردی که وجود داره استاندارد IEEE که نشان مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک و شامل زمینه‌های برق، الکترونیک، مخابرات، فناوری اطلاعات و مهندسی پزشکیه. دو استاندارد IEC و DIN در ایران استفاده میشه و از این استانداردها برای نقشه‌کشی استفاده میشه. بریم سراغ تعدادی از علائم اختصاری برای ترسیم مدار که برای ما مهم هستن و باشون آشنا بشیم. اولین علامتی که برای ما مهمه شبکه سه‌فازه که داخل دو استاندارد VDE و IEC تعریف میشه که مشاهده میکنید و برای شبکه قدرت مورد استفاده قرار میگیره. سیم نوله که برای اصولاً مدار فرمان استفاده میشه و سیم ارت که برای معمولاً تجهیزات الکتریکی مثل موتورها نیاز به سیم ارت دارن و با PE نمایش داده میشه. اتصال بدنه است که به این صورت نمایش داده میشه. برای محافظت ما گفتیم از فیوز ها استفاده میشه که کلید مینیاتوری رو هم یک نوع فیوز معرفی کردیم و شما در اینجا فیوزهای تکفاز و سفاز رو میبینید که برای تکفاز از یک فیوز و برای سفاز از سه فیوز استفاده میشه که تکفاز معمولاً برای مدار فرمان و سفاز برای مدار قدرت مورد استفاده قرار میگیره. لازم به ذکره که کلید مینیاتوری خودش یک نماد دیگه داره، اما چون که کلید مینیاتوری رو ما به عنوان فیوز در نظر میگیریم معمولاً از نماد فیوز برای نمایش و ترسیم در نقشه های برق استفاده میشه. علامت بعدی که وجود داره مربوط به موتوره که به صورت تکفاز و سفازه و شکلش معمولا داخل ترسیم به این شکل نمایش داده میشه که سفاز U1, B1 و W1 و نیاز به سیم ارت PE داره. علامت بعدی مربوط به کنتاکتوره که بوبین کنتاکتور رو با کایک نمایش میدیم و این بوبینی که شما مشاهده میکنید مربوط به مدار فرمانه. انواع مختلف بوبین ها رو میبینید که بوبین مربوط به تأخیر در وصل و تایمر دار و تأخیر در قطع و وصله. اما برای مدار قدرت نیز مورد استفاده قرار میگیره و به این صورته که مشاهده میکنید کانتاکت بعدی که وجود داره مربوط به
کنتاکت بسته است که باز بر روی کنتاکتور وجود داره و شما در شکل میبینید. کنتاکت بعدی مربوط به کنتاکت باز و بسته است که به صورت دو حالت است. همچنین ما دارای کنتاکت تایمر با تأخیر در بست و کنتاکت تایمر با تأخیر در قطع رو داریم. اما برای مدارهای فرمانمون ما پوش باتون داریم و به عنوان شستی استفاده میشه که شستی استوب نمادش به این شکله و با اس نمایش داده میشه که معمولا به تعداد شستی ها اس های ما شماره گذاری میشه و شماره تیغه هاش برای حالت شستی استوب که کانتکت بسته است به صورت 11-12 که رقم اول مربوط به تیغه و رقم دوم بسته بودن کانتکت ماست و نشون میده که یک نرمالی کلوزه. و برای شستی استارت هم دقیقاً همین مشابه وجود داره و باز با اس نمایش داده میشه، با این تفاوت که رقم دوم در اینجا 3 و 4 هست و به معنای کانتکت نرمالی اوپنه و شستی ما شستی نرمالی اوپنه. و علامت دیگه که وجود داره مربوط به شستی استوب استارته که باز در این شکل شما مشاهدهش میکنید و شستی استوب استارت هم با نماد اس نمایش داده میشه که مشخص استوپش با 11-12 و استارتش با 13-14 نمایش داده میشه. اما آخرین علامتی که گفته میشه مربوط به لامپه که به این صورت نمایش داده میشه. این علائم مهمترین علائمی بود که برای ترسیم مدار مورد نیازه. شما میتونین علائم بیشتر رو به سراغ استاندارد برین و اونجا مطالعه کنید. در ویدیوی بعدی ما به سراغ راه اندازی الکتروموتور به حالتهای مختلف میپردازیم و از این علائم اختصاری استفاده میکنیم. پس اگر تا الان این کانال را سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را فشار بدین تا در صورت گذاشتن ویدیو جدید از اون اطلاع پیدا کنید. همچنین نظرات خود را در قسمت کامنت با من در میون بذارید.